مراسم مروج با پلو و نان و چلو و تکفیر امت، آیا از قول پیامبر، از فعل پیامبر، از تقریر پیامبر ثابت هست؟ آن که مراسم میگیره خودش ایمان داره که از رسول ثابت است؟ نه. آیت 31 آل عمران معیار قرآنی به ما اجازه نمیدهد که این را جزیدین قلم داد کرد. بگو که مراسم میلادی که داریم به قرآن ثابت است؟ به حدیث ثابت است؟ به اجماع صحابه و تابعین است؟ به قیاس امام بزرگ است؟ خب بعد از او پنجم دلیل ما نداریم دیگه؟ یا دارین؟ متوجه باشی، مرتکبین مراسم را من کافر نگفتم و نمیگویم، به تو هم اجازه نیست. کافر کافر، مشرک مشرک از دلت بان. آره، عقیده هایی که پیامبر را حاضر و ناظر دانن و میگن که آمد آمد، اگه رسول رسول، اگه اون چی که فیصله الله سو گفتنش مسئولیت ماست. پس معلوم میشه که میکردگیش به مذهب است یا نمیکردگیش به مذهب است. بگو میکردگی به مذهب است. باید بفهمنی. از این خاطر دوستای ما، عزیزای ما، میریم سراغ قرآن کریم. بلند بگو سراغ کی میریم؟ آیه 31 آل عمران. فقط آلش درازی میکنه، عمران نوشته کو. 31 آل عمران آجل نوشته کو. خواندیم دیروز، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. ای ملت، اعلان پیامبر صلی الله علیه و سلم امیست، اگر شما براستی الله را دوست دارین، در رسیدن به دوستی الله از رای کی برویم؟ با آواز بلند بگو، از رای کی؟ رسول الله. مراسم مروج با پلو و نان و چلو و تکفیر امت، آیا از قول پیامبر، از فعل پیامبر، از تقریر پیامبر ثابت هست؟ آن که مراسم میگیره خودش ایمان داره که از رسول ثابت است؟ نه. آیت 31 آل عمران معیار قرآنی به ما اجازه نمیدهد که این را جزیدین قلم داد کرد. دوم، اینمی آیت شمارش چند است؟ آیت 3 سوره المائده. آیت 3 سوره کیست؟ بلند بگو، سوره المائده. اليوم اكملت لكم دينكم. دین که کامل است، در دین کامل ما این است. سومینش 27 حشر. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هرچی پیامبر به شما میدهد بگیرین، آنچه را که پیامبر منع میکند او را نگیرین. پیامبر به ما این مراسم داده؟ منع کرده؟ كل بدعة ضلالة من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هر کی از خود در دین ما بکشد و مردود است. سبحان الله. آیه 63 نور. آیه 63 نور. فليحذر الذين يخالفون عن امره. باید بترسن آنانی که مخالفت امر پیامبر را میکنن، مخالفت سنت پیامبر، قول پیامبر، طریقه پیامبر را، از این که مصیبت و عذاب برشان میرسد. بگو آیا در این رابطه پیامبر نازنین ما را از چی من کرده؟ از اتباع هوا. قرآن و حدیث ما را از چی من کرده؟ بگو، اتباع هوا. از خود مسئله کشیدن، دین ساختن. قرآن دین ما را منع کرده نکرده؟ بگونی امر پیامبر است، نیست، یعنی نهی پیامبر. پس کسایی که را ترک کردن، مخالفت کردن، باید بترسن. 21 احزاب. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. کسی ایمانی به الله و آخرت داره، کسی یاد الله را بیشتر داره، اونمو نفر باید از طریق امی ایمان را از کی بگیره؟ رسول الله. امی ایمان آخرت را از کی بگیره؟ رسول الله. ذکر الله را از کی بگیره؟ رسول الله. عید و جشن از کی بگیره؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم. چرا؟ لقد کان لکم فی رسول الله. برای شما در رسول کریم اسوه حسن است، نه در مظفر الدین کوکبری رحمت الله علیه.
در او اسوه حسنه نگفته به ما. به من نگاه کن بایی، در مسلم یک حدیث است، او عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما در سفر سنت را نمی خواند. بلند بگو چی را؟ کسی میگوید چرا؟ میگوید لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. اینجا پیامبر سنت نخوانده، من نمیخوانم. چرا؟ اگر بخوانم از اسوه میبرایم، از طریقه میبرایم. پیامبر سرش اعتراض میشه که نفهمیده، گویا ما فهمیدیم. در حال سنت در سفر خواندن کار خوب است بد؟ کار خوب است بد؟ کار خوب است. کار چیست؟ اما چرا ابن عمر نمیخواند؟ میگه که لقد کان لکم، اگر در مسلم این نبود تناب شما گردن ما. اما محدثین میگن که پیامبر سنت را در کعبه خوانده، پشت شتر کجای خوانده؟ ابن عمر ندیده، سنت سوار خو خوانده. پس قول فیصل در اونجا چیست؟ ابن عابدین شامی نماینده امام ابو حنیفه در جهان دیوبند و کراچی و افغانستان، اون بزرگ مرد میفرماید سنت در سفر حیثیت نفل دارد. بلند بگو چی را داره؟ تأکیدش از دست داده، چیزش از دست داده. پس حالا اگر به عنوان سنت مؤکده در سفر بخوانی، به عنوان چی بخوانی؟ خواب نمیگیری، نگب نمیرسی، دمی باریکی فهمید یعنی؟ به حیث نفل میخوانی نمیخوانی، هر دو طرف درست است. هدفم یک مثال بود که لقد کان لکم فی رسول الله، بخاری را که بخیر خواندی میفهمی. چندین موارد در این باب بخاری استدلال میکنه، لقد کان لکم فی رسول الله، در وقت طلوع آفتاب، قیام و غروب، نماز میخوانی بلند بگو چرا؟ لقد کان، بخوان. در روز عید روزه میگیری چرا؟ خوابستی بیدار، خوابستی بیدار. در ایام تشریق روزه هست چرا؟ فی رسول الله اسوه حسنه. اگر از پیامبر اسوه روزه بود نگرفتنش غلط، اگر از پیامبر اسوه بگو خوردن بود روزه گرفتن غلط، اگر از پیامبر اسوه نماز بود نخواندن غلط، اگر از پیامبر اسوه نخواندن بود خواندن غلط. پس به خوب و بد من و تو خوب به خوب نمی شود، بد بد. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، آیا در اسوه پیامبر مراسم مروج میلادی بوده؟ بلند بگو. آیت صد توبه، آیت صد توبه، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. الا اینجا میدانین به سه ارگان قبال جنت داد در آیه صد توبه. دوستای عزیزم، یک چیز پیشتان باشه، ما خدمتتان تفسیر به وضع لغت را ادامه میتم. تفسیر به وضع چی را؟ تفسیر به وضع لغت دنیا قبول کرده نکرده بگونی؟ اگر با وضع لغت غلط معنا کردم این شاید بگویی که 600 و چند سال بعد که جلسه میلادی آمد با قرآن چطور رد میشه؟ و خود نبود در وقت قرآن نی؟ شاید دیگر در دلت بگرده، دیگر میرسین یا نی؟ ولی وضع لغت، تفسیر با وضع چی؟ لغت. قرآن در عصر صحابه اقیم و صلات است، با موت و نماز فرض است نیست؟ قرآن در عصر صحابه ولا تقرب و زنا، با موت و حرام است زنا یا نی؟ پس خونیم دلیل است دیگر، وضع لغت است نی؟ نگب نمیرس میرسین. قرآن در ولا تقرب و زنا نام گرفته که در تاریخ 1394 افغانستان مسلمان ها زنا نکنن، هم تو نام گرفته. تفسیر عام است دیگه، اصول دین است. شما سعی کنین که الله در اینجا به سه نفر قباله جنت داده. چند نفر؟ صحابه مهاجر یک، انصار دو، سیوم تا روز قیامت کسی که دنبال صحابه مهاجر و انصار میره. اتباع از قول این صحابه از فعل و عمل از تقریر. حالا با من بگوین این مراسم ما از قول مهاجر انصار هست؟ از فعلشان ده حضورشان کسی کرده؟ پس قرآن قباله سو منکیره بکی داد، والذین اتبعوهم بی احسان تا کجا؟ الى آل دمی. تفسیر ما از خود چیزی گفتیم؟ تفسیر با وضع چیست؟ یک ترجمه کردیم، تفسیرم نکردیم، دگب نرسیدیم. این آیت اجازه میدهد بگونی؟ عجیب است. و در عین حال مائده سیم خوانده میره،
59 نساء 59 کی؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر در هر چیزی که جنجال کردین قضیه را به کی راجع کنین؟ الله و رسول. پیغمبر خو نیستیم، درست است؟ صحابه خو نیستیم، خی به چی رجوع کنیم؟ به قرآن و سنت. عوام بیچاره خو قرآن و سنت نمیفهمه، کی رجوع کنه؟ کی رجوع کنه؟ علما خودشان بشینن با خود فیصله کنن، مسئله بکشن در حال قضایا با اجماع و قیاس. قرآن و سنت در بعضی موارد ما را با کی حواله می دهد؟ اجماع و قیاس. بگو که مراسم میلادی که داریم با قرآن ثابت است، با حدیث ثابت است، با اجماع صحابه و تابعین است، با قیاس امام بزرگ است. خب بعد از اون پنجم دلیل ما نداریم دیگه یا دارین؟ آیه دعی شورا، دعی کی؟ شورا. و ما اختلفتم فی شیئن فحکمه الی الله، آنچه که اختلاف کردین حکمش معول به کتاب الله، کتاب الله ما را به سنت رسول به اجماع صحابه و یتبع غیر سبیل المؤمنین، مانند آن به مجتهدین حواله داده. 111 بقره، 111 بقره. دنیا می گفتن لیت خل الجنت الا من کان هودن و نصارا، هرگیز جنت نمی رود مگر کسی یهود نصارا باشد. اگر ما بگوییم که هرگیز جنت نمی رود کسی که مجلس میلادی ندارد، به ایمان بگو کی آید رد میکنه یا نه؟ برن بگونی یهود نصارا میگه پس خود میگفتن. شما دیدین قسم هم دیدم، قسم یک برادر در مراسم میلادی قسم میخوره، ما توهین نمیکنم، متوجه باشی، میگه قسم به بالله میخورم که مراسم میلاد رد نکو از شفاعت پیامبر محروم میشی، جهنم میروی. امی قسم ما دارم تصویرشه. خودشم بیچاره حافظ از علم نداره، دوست ماست، برادر ماست، الله مرم ببخش او رم ببخش. لن یدخل الجنت الا من کان هودا او نصارا، رفتن از مراسم میلادی جنت، کسایی که نگرفت اینا را جهنمی گفتن. اعمال کیس بلند بگو، لقد کان لکم، بگو 116 انعام، 116 انعام. اکثر مردم قبول دارد، اکثر امام قبول دارد، اکثر مؤذن قبول دارد. اول که اکثریتشان دروغ است، امی گپی که اکثر میگن چیست؟ آه به شمول عام مردم بگن شاید صحیح باش، به گپ نمیرسین، نمیرسین. امی عام نفوس اگر بگن احتمال داره. 116 انعام میفرماید و این توتع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله، اگر شما اکثریتی به دلیل شرعی را دنبال کنین شما را از راه خدا گمراه می کند. اکثریت به دلیل شرعی است، با دلیل. دلیل چند تاست؟ این اکثریت مراسم میلادی از چهار دلیل دارن، پس دنبال اینها رفتن تو را از راه خدا چی می سازد؟ با نگو که تون گفتی، نه ما خو نگفتیم، الله می گوید. سی اعراف، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء. اتبعوا، اتباع کنین، دنبال بروین آنچه که نازل کرده شده به سوی شما از رب شما، دنبال نکنین غیر از ما انزله، هیچ دوست را، هیچ ولی را. سبحان الله، نگب نمیرس. امی آیت وضع لغتش ایجاب میکنه، یعنی ما که از رسول اتباع میکنیم، خود همی قرآن ما انزله گفته نگفته، از اصحاب که گفتیم ما انزله گفته نگفته، اتباع از خیر القرون ما انزله گفته نگفته، بگونی پس باقی کسا خو به ما دلیل شده نمیتانه، نگب نمیرسه اینا. پنج غافر، پنج سوره غافر. الله در شأن کفار میگوید وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، بباطل مجادله میکنن که حق را از بین ببرن. تفسیر با وضع لغت است، نگو که صفت کفری را دما آوردی، ما را کافر گفتی. متوجه باشی، مرتکبین مراسم را من کافر نگفتم و نمیگویم، به تو اجازه نیست. کافر کافر، مشرک مشرک از دلت بان. آره، عقیده هایی که پیامبر را حاضر و ناظر دانن و میگن که آمد آمد، اگه رسول رسول، اگه
آنچه که فیصله الله سو گفتنش مسئولیت ماست. سعی کنین صفتای کفری همیست که به باطل میخوان حق از بین ببرن، میکنن نمیکنن. بگونی کسایی که مراسم میلادی را نپذیرن به هیئت مروج، حق هستن باطل؟ بگونی حق. و کسی رد کنه به دلایل و تعویل چی هستون؟